اولین روز آذر ماه برابر با 22 نوامبر سال 1198 خورشیدی برابر با 1819 میلادی، زادروز ماری ان ایوانس معروف به جورج الیوت، داستان سرای پرآوازه انگلیسی که در 16 سالگی مدرسه را رها کرد و به اداره خانه و املاک پدریش پرداخت. او زبانهای یونانی، لاتینی، آلمانی و ایتالیایی را فرا گرفت و با مطالعه آثاری که به این زبانها نگاشته شده بود به آگاهی‌های خیش وسعت بخشید. الیوت کار ادبی را با ترجمه کتاب زندگی مسیح آغاز کرد و در برخی کارهای بعدی خود به این نکته تأکید کرد که بشر بنگام رنج بردن تنها از راه‌های داشتن و بذل محبت و کمک به دیگران می‌تواند دردهای خود را تسکین بخشد. وی در داستان‌های خود همدردی صمیمانه ای با مردم ستم دیده ابراز می‌کند. او زندگی، بحران روحی، عذاب‌ها و وجدان انسانی آنان را در آثار خود به خوبی شرح می‌دهد و از راه واقع‌بینی و تحلیل دقیق خصوصیات اخلاقی مردم شهرستان‌ها و طبقاتی که با زبان و افکارشان از نزدیک آشناست، در بیانی طنزآلود و پرجاذبه به داستان نویسی در انگلستان بنای فراوان بخشید. سال 1269 خورشیدی برابر با 1890 میلادی، زادروز شار آندره جوزف ماری دوگل، رئیس جمهور پیشین فرانسه که در جنگ اول جهانی شرکت داشت و در نبرد وردون زخمی شد. در جریان جنگ جهانی دوم فرماندهی نیروهای فرانسه آزاد را بر عهده گرفت. او پس از جنگ به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید. در چند دوره‌ای که مسئولیت ریاست جمهوری فرانسه را بر عهده داشت، توانست از یک کشور جنگ زده به یکی از کشورهای پیشرفته جهان تبدیل شود. او پایه‌گذار سیاست خارجی مستقل فرانسه بعد از جنگ دوم در برابر فشار آمریکا بود که به ابقای روح ملی فرانسه شکست خورده در جنگ دوم انجامید و راه فرانسه نوین را هموار کرد. جنگ الجزایر و استقلال آن کشور از فرانسه در دوران ریاست جمهوری دوگل رخ داد و رویدادهای سال 1968 سبب شد تا او از ادامه ریاست جمهوری منصرف شود و تا آخر عمر در دهکده کلمبیل دوز اگلیز به نوشتن خاطرات خود مشغول گردد. سال 1300 خورشیدی برابر با 1921 میلادی، انحلال پلیس جنوب از سوی رضا شاه. پلیس جنوب در ابتدا توسط انگلستان در جنوب ایران به وجود آمد، اما با منصوب شدن رضاخان سردار سپه به وزارت جنگ و تقویت نیروهای نظامی ایران دیگر نیازی به این نیروها نبود. از این رو در ابتدا بخشی از نیروهای پلیس جنوب که در اصفهان مستقر بودند با 1500 نیرو منحل و پس از مدتی نیروی متحد الشکل قزاق‌ها را جایگزین آنان کرد و سپس با قدرت گرفتن نیروی نظامی داخلی پلیس جنوب را کلاً منحل کرد. او پس از عزل احمد شاه از پادشاهی ایران و به دست گرفتن قدرت سلطنت به دلیل آشنایی با ضعف نظامی و تجربه تسلط ارتش‌های خارجی به حسب این ضعف تصمیم گرفت که در وهله اول به ایجاد ارتشی انسجام یافته و مقتدر بپردازد.